حال قصد داریم به الحاقیه یا اکستنشن HGOHMS بپردازیم. HGOHMS یک الحاقیه می باشد که خروجی آن توانایی لینک شدن با نرم افزار HGOHMS برای روندیابی هیدرولوژیک را دارد. HGOHMS و HGOHMS تلفیقشان برای شبیه سازی مدل های بارش نمرا برای حوزه های آبخیز و روندیابی هیدرولوژیک به کار میره. شبیه سازی دیگراف سیلاب در مدل های بارش نمرا چند بخش دارند که یک بخش شامل خصوص فیزیکی حوزه های آبخیز می باشد، مثل مساحت ها، شیب و این قبیل که توپوگرافی که توسط الحاقی HGOHMS در محیط جی ای ساخته می شود. برای کار با HGOHMS که معمولا برای مشخص محدوده حوزه آبخیز و مطالعه فیزیوگرافی حوزه آبخیز از این الحاقیه میتونن استفاده کرد. الحاقیه دیگه مثل هیدرولوژیک مدلینگ بیسین هم وجود دارد، اما این الحاقیه یا اکستنشن داره کارایی فوق العاده ای میباشد. ابتدا میایم و این اکستنشن رو فعال میکنیم. HGOHMS رو فعال میکنیم. گرچه هم از اکستنشن هایی که برای مدل هیل شد گرفتن از دم کاری بالا دارد. HGOHMS را فعال میکنیم، اوکی میکنیم. علیرغم سایر به اصطلاح الحاقی های دیگه که در مود ویو اضافه میشن و کار با اونها صورت میگیرد، این الحاقی HGOHMS داره دو بخش میشد، مین ویو و پروژ ویو. برای کار کردن باید وارد پنجره مین ویو میشمیم. برای شروع کار در قسمت پروپرتایز فعال فواصل متر رو تعریف میکنیم. دم یا مدل ارتفاع رقومی سطح منطقه رو اد میکنیم. یک نکته که یک مدل ارتفاع رقومی میشه که داره پیکسل داره رقوم ارتفاع برای هر مکان میباشد که از مدل ارتفاع رقومی مطالعه شرایط فیزیکی و حوزه آبخیز، مشخص کردن حوزه آبخیز زیر حوزه ها و مطالعات پایه و بیس مطالعات هیدرولوژیک استفاده میکنن. یک نکته خیلی جالب در این مورد اینه که باید حتما در نظر بگیرید وقتی یک حوزه ای را میخواهید با بکاگری این گونه الحاقی یا اکستنشن ها مطالعه کنید، مرزش مشخص کنید، باید فراتر از محدوده حوزه در همه اطرافش مدل ارتفاع رقومی داشته باشید. یعنی اگر قرار حوزه داشته باشید به این مساحت حدود این، باید دمی فراتر از اون داشته باشید و مرز و دقیقا به اندازه مرز حوزه دم تعیین نکنید، چون در اون صورت نرم افزار قادر به بستن حوزه نخواهد بود. یک پروژه در ابتدا شروع کار سیو میکنید، بعد شروع میکنید به استفاده از الحاقیه یا اکستنشن HGOHMS. نکاتی که باید رعایت کنید و در حین صدور فرمان رو بهتون توضیح میدیم. این یک دم یا مدل ارتفاع رقومی از حوزه آبخیز حراز و اطرافش میشه که قله دماوند میبینید، در حراز به دریای خزر منتهی میشه. اینجا هم شهر آمل و شهرستان آمل میشد. برای شروع کار ترین پروسسینگ رو میبینید. از منوی ترین پروسسینگ گزینه فیلسینگ رو انتخاب میکنید، پیش فرض رو قبول میکنید و اوکی میکنید. فیلسینگ کارش از بین بردن گپ هاست. یک دم فیلسینگ شده رو به ما خواهد داد که گپ های موجود در دم رو از بین میبرد. بعد از صدور هر فرمان و تکمیل پروسه یا انجام فرایندی که ما فرمانش رو صادر میکنیم، پیغام به ما خواهد داد که این مرحله به موفقیت انجام شده است. اگر شما کافی است که روی کلمه اوکی کلیک کنید. الحاقی های دیگه کارهای مشابه این الحاقیه رو انجام میدن مثل هیدرولوژیک مدلینگ، اما قابلیت و کارایی این الحاقیه نسبت به هیدرولوژیک مدلینگ بیشتر میباشد. این یک دمه
یک دم فیلسینگ شده در واقع می باشد که اینجا سطح ارتفاعی خیلی پایین تر در